پادکست سرزمین ماست که از ایندیپندنت فارسی می شنوید. مرگ خاموش زمین در ایران سلام و وقت بخیر. این روزها بیشتر صحبت از ریزگرد، خشکسالی و بیابیه اما پدیده های ترسناک و برگشت ناپذیر دیگه ای هم وجود دارند که گرچه به ذات طبیعیان اما نابودی منابع آب شدت و سرعتشون رو بیشتر میکنه. مثل چی؟ فرض کنین ترک های روی دیوار خونهتون بیشتر و عمیقتر بشن و احساس کنین هر لحظه ممکن اون دیوار بریزه یا یعنی اینکه یه مرتبه زمین زیر پاتون خالی بشه و با خودرویی که توش نشستین فرو برین تو زمین اولی در اثر فرو نشست زمین رخ میده و دومی رو بهش میگن چاله. اما اصلا اینها چه پدیده ها یعنی و چه فرقی با هم دارن؟ پاسخ رو بشنویم از مصطفی فدایی فرد رئیس پیشین کمیته ارزیابی سیلاب صدهای بزرگ ایران در شرکت مدیریت منابع آب. این پدیده به علتهای متفاوت و عموما در مقیاس بزرگ روی میده فرونشست میتونه به دنبال پدیدهای زمین شناختی مثل انحلال تشکیلات زمینشناسی، شناسی گستردگی ذوب یخها یا فعالیت انسانی نظیر معدنکاری یا برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی به وجود بیاد که تو ایران همین مورد آخر خیلی تاثیرگذار گذار بوده مهمترین دلایل توسعه فرونشست وقوع پدیده تغییر اقلیم به همراه مدیریت نامناسب و نابخردانه منابع در کشوره از اونجایی که برداشت از زیرزمینی در طی دو سه اخیر بسیار بیشتر از حد استاندارد بوده به غیر از استان گیلان که تا حالا به هر حال شواهدی و مستنداتی وجود نداره از فرونشست باقی سی استان کشور در حال حاضر در معرض پدیده فرونشست قرار دارند فرونشست با فروچاله خیلی تفاوت داره فروچاله‌ها همون فرورفتگی‌های سطح زمینند که در اثر گسیختگی لایه‌های سطحی ایجازه. میشن عموما با اشکال بیزی و دایره‌ای با دیواره های با شیب بسیار تند و نزدیک به قائم و البته در ابعاد بسیار محدودتر نسبت به ابعاد و اندازه و گستردگی فرونشسته معمولا فروچاله ها در سنگ های در مناطق کارستیک مثل حالا تشکیلات آهکی و گچی شکل میگیره بنابراین در پدیده فروچاله به طور حتم نیاز به ریزش سقف یک حفره زیرزمینی یا تونل های زیرزمینی هستش که نتیجه اون رو توی سطح زمین به وضوح می‌بینیم قابل رؤیت در صورتی که در پدیده فرونشست زمین در وسعت یک دشت یعنی دشت‌ها بسیار وسعت دارند. دیگه در وسعت یک دشت درگیر میشه و در واقع آثار آن در کوتاه مدت به درستی و به طور کامل دیده نمیشه فرسایش خاک هم از پدیده‌هایی که کمتر در فضای عمومی بهش توجه میشه. خاک که از دست بره یعنی گیاه و رویشگاه های گیاهی و حتی کشاورزی هم نابود میشه اما فرسایش چطوری ایجاد میشه با برخورد آب و باد به لایه های بالایی زمین ذرات خاک جابجا میشن همین جابجا جا شدن یعنی فرسایش خاک که پدیده طبیعیه اما دخالت های ما روی زمین وسعت و سرعتش رو چندین برابر کرد دخالت ما روی زمین یعنی چی یعنی ایجاد تغییر روی زمین هایی که قابلیت و تحملش رو ندارن یا اینکه این تغییرها انقدر زیاد و گسترده باشه که دیگه طبیعت نتونه تحمل کنه مثل از بین بردن پوشش گیاهی ایجاد زمین های کشاورزی و بعد رها کردنشون ساخت و ساز در نقاطی که نباید انجام بشه چرایی بیش از حد دام ها از بین بردن رطوبت خاک با سدسازی در بالا دست و انتقال آب رودخانه ها از نقطه به نقطه دیگه. اکثر کشورهایی که فرسایش خاک در آنها بالاست کشاورزی گسترده ای هم دارند مثل کشورهای حوزه کارائیب برزیل کشورهای مرکز آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به طور کلی یک چهارم زمینهای کشاورزی در کره زمین دچار فرسایش شدید خاکند وضعیت فرسایش خاک در ایران چطوره؟ پاسخ رو بشنویم از عیسی کلانتری رئیس قبلی سازمان محیط زیست. هر عددی که درست باشه متاسفانه بدترین وضعیت فرسایش رو ما داریم و این اصلا خبر خوبی نیست که از بدترین فرسایش ها در دنیا که ما داریم و قاعدتا باید بتونیم جلوش بگیریم منتها جلوگیری از فرسایش بیشتر در کوتاه مدت باید از یه سری منافع فرسایش خارج بشه عمده فرسایش ما فرسایشی است که در اثر شرای مفرط دام ها در مراتع اتفاق میفته پوشش گیاهی از بین میره خاک را فرسایش باد و آب میکنه باران میکنه قطعا باید در این زمینه یه رف... ایسا کلانتری بود رئیس قبلی سازمان محیط زیست در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما گفته میشه ایران رتبه اول فرسایش خاک رو در جهان داره سالانه و به طور میانگین 15 و به روایت 20 تن خاک در هر هکتار از دست میره اگه 15 تن در هکتار در سال رو در نظر بگیریم و اون رو در مساحت ایران منهای 40 میلیون هکتار اراضی بیابونی ضرب کنیم میشه سالی حدود 1 میلیارد و 900 میلیون تن یعنی عدد 19 با 8 صفر جلوی این رقم از نرخ متوسط فرسایش خاک در کشورهایی مثل چین و هند و آمریکا که بخش عمده غذای جهان را تولید می‌کنند به مراتب بیشتره. است. برگردیم به فرونشست زمین و عواقبش با آقای فدایی فرد. آثار و طبعات وقوع فرونشست تو همه مناطق مسکونی، تجاری، کشاورزی، شهری، برون و حتی زمین های بایر بسیار شدید و غیرقابل جبرانه. وقوع پدیده فرونشست باعث نشست های نامتقارن میشه که همین نشست باعث تخریب ساختمان ها، بناها، ابنیه تاریخی، مخازن مختلف، پل ها، راه‌ها، خطوط انتقال آب، نفت، گاز، برق و سایر زیر ساختای کشور میشه و از همه بدتر از بین رفتن آبخانه ها رو در پی داره یعنی معمولا فرونشست در اثر تخلیه کامل آبخان صورت میگیره و اون آبخانی که به صورت کامل تخلیه شده در اثر فرونشست حجم مخزن خودش از دست میده و این میتونه نابودی کشاورزی توسعه پدیده ریزگردها افزایش پرسایش و اینها رو داشته باشه ما شدت سیلاب ها رو شاید خواهیم بود و در مجموع میتونیم بگیم که نابودی سرزمین رو باعث میشه حتما شما هم شنیدین که ایران 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داره. این رقم چقدر ملموسه؟ یعنی تصوری دارین از اینکه 150 میلیارد متر مکعب آب زیر زمین یعنی چقدر؟ این حجم زیاد آب شیرین تقریبا میشه یک پنجم آب دریای کاسپیان و هر روز هم این رقم بیشتر میشه. وقتی میشنویم 609 دشت کشور یکی یکی قابلیت کشاورزی رو از دست میدن آیا میتونیم آینده رو توی ذهنمون تصور کنیم؟ تصویری که توی ذهن من شکل میگیره شبیه بیابونهای اطراف شهر سوخته در سیستانه نمیدونم شما چه تصویری ازش داریم شرایطی که امروز باهاش مواجهیم چقدر منشأ انسانی داره و چقدر کار طبیعته یا حتی تغییر اقلیم سالی و تغییرات اقلیمی در وقوع بحران آب و خاک و توسعه فرونشست بسیار تأثیرگذاره ولی با مدیریت صحیح میتونستیم این پدیده رو مدیریت بکنیم و از گسترش اون جلوگیری کنیم کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا مثل اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و سایر کشورهای جنوبی خلیج فارس که هم به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ آب تجدیدپذیر سالانه به صورت سرانه و همچنین به لحاظ تغییرات اقلیمی شرایط بسیار بدتری از ایران دارند. با مدیریت خردمندانشون تونستن بحران آب و خاک و فرونشست رو تحت کنترل در بیارن آب تجید پذیر سرانه سالانه عربستان حدود یک بیستم ایرانه ولی اونها تونستن با مدیریت خردمندانه از خشکی بیشتر جلوگیری بکنن و به هر حال بحرانی نشه این موضوعات براشون موضوع فرونشست توی خیلی از کشورهای دنیا از خیلی سال پیش وجود داشته به طور مثال در سال 1965 در توکیو در ژاپن حدود 12 سانتی متر فرونشست داشته اما حالا این میزان به کمتر از یک سانتی متر در سال رسیده که نشون میده که تو این زمینه کار کردن و با این پدیده مقابله کردن و موفق هم بودن ولی توی ایران متأسفانه مدیریت نابخردانه و فشار آوردن بیش از حد بر بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث شده که خسارات جبران ناپذیری وارد بشه و منابع آب قابل برداری ما به شدت کاهش پیدا بکنه. چندی پیش مقاله منتشر شد از مهدی باقری گاوکش و همکارانش در نشریه Science of Total انوایرمنت که در اون اومده بعد از مناطق شرقی چین دشت مرند در ایران رتبه دوم فرونشست زمین رو داره و بعد از اون ساحل خلیج مکزیک در ایالت تگزاس آمریکاست. گرچه یافته های مقاله با خیلی از آمارهایی که در رسانه ها منتشر میشه فرق داره اما همگی در یک نکته مشترکن وضعیت فرونشست در ایران داره از مرحله بحرانی هم عبور میکنه بشنوید از دکتر پرویز کردوانی نه تنها شهرستان ایران بلکه تمام ایران بر اثر هفت بیرویه چاه حفر بیرویه چاه و برداشت بیرویه دو تا یعنی چاه غیر مجاز و برداشت غیر مجاز یعنی تو این دشت تشخیص داده وزارت نیرو مثلا درق اف بشه الان شده سی تا پس میشه چای غیر مجاز باید برداشت غیر مجاز آمده گفته با چاید با لوله مثلا پنج اینچ باید برداشت کنی رفتش کار کرده کرده ده اینچ پس به دو طریقه که ب... که حفرش بیرویه که برداشت بیرویه سطح آب رفته پایین با پایین رفتن سطح آب یکی از مسائلی که پیش اومده نشاست کردن زمینه نه اینجا همه جایی دکتر پرویز کردوانی بود استاد شناخته شده ی رشته جغرافیا که مرداد 1400 از میان ما رفت اما راهکارها و نصایحش رو برای حفظ سرزمین به یادگار گذاشت آیا میشه جلوی فرسایش خاک فرونشست زمین و فروچاله ها رو گرفت؟ واقعیت اینه که نمیشه فرسایش خاک، فرونشست و فروچاله رو که پدیده های طبیعیند به طور کامل متوقف کرد. اما میشه از شدت و وسط اونها کاست اگر نظم و نظام و محدودیت های طبیعت رو موقع برنامه ریزی برای توسعه در نظر بگیریم، طرحهای بهسازی و باسازی طبیعت رو اجرا کنیم بخشی از زمین های کشت آبی رو برگردونیم به طبیعت، جلوی کشاورزی کمبازده و افزار گسیخته رو بگیریم، صفره آب زیرزمینی رو با استفاده از روان آبها تغذیه کنیم و ترهای آبخیزداری مثل گیاهان بومی روی شیب رو جدی بگیریم، میتونیم از سرعت نابودی خاک و از سرعت نابودی سرزمین کم کنیم. اما سؤال مهم اینه که آیا عزمی جدی برای چنین فعالیت هایی در مدیریت سرزمین ایران امروز وجود داره؟ ممنون که شنونده این قسمت از سرزمین ما بودیم. مجگان قفاری شیروان و مهدی پوریادگار در اجرای این قسمت کمک کردند. ستار کاری از علیرضا جعفریه و موسیقی پایانی اثر سیمون فولوار من سام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط تهیه کننده سرزمین ما براتون اوقات خوشی آرزو میکنم اگه از این پادکست خوشتون اومد لطفا با دیگران هم به اشتراک بگذارید تا بعد روز و شبتون بخیر